اینجا لندن است، بنگاه رادیوی انگلستان. این گونه بود که درست 80 سال پیش 29 دسامبر 1940 میلادی حسن موقر بالجوزی نخستین سخنان به زبان فارسی را از بنگاه سخن پراکنی بریتانیا بی بی سی در لندن به جهان مخابره کرد. چون برخلاف امسال سال کبیسه نبود، آن روز با 8 دی ماه 1319 هجری خورشیدی مصادف شد. ظرف این 80 سال بی بی سی فارسی که در رقابت با رادیو برلین آلمان هیتلری پدید آمده بود، تمام رویدادهای خرد و بزرگ را پوشش داد. از جنگ جهانی دوم و پیامدهای آن گرفته تا برکناری رضا شاه پهلوی در همان سالها، ملی سازی صنعت نفت ایران و کودتای متعاقب آن در سال 1332، انقلاب 1357 در ایران، انقلاب یا کودتای ثور 57 افغانستان، تجاوز ارتش شوروی به افغانستان و آغاز جنگ‌های بی‌پایان در آن کشور، خروج نیروهای شوروی از افغانستان و فروپاشی امپراتوری سرخ، استقلال ناگهانی جمهوری‌های آسیای میانه و جنگ داخلی 5 ساله در تاجیکستان، حمله به کوی دانشگاه تهران، اعتراضات موسوم به جنبش سبز و آشوب اعتراضات متعاقب آن در ایران از صفحاتی از تاریخ معاصر منطقه است که بی بی سی فارسی طول این 80 سال پیوسته و پیگیرانه پوشش داده است. اکنون در اشکال مختلف با استفاده از رسانه‌های متنوع که همگی زایده از همان رادیو بی بی سی فارسی اند که 80 سال پیش در شرایط سخت جنگی آغاز به کار کرد، این رادیو همچنان هست، زنده است و ما را از رادیو بی بی سی فارسی مشاهده می‌کنید. ظرف یک ساعت آینده به زوایای مختلف این 8 دهه سخن پراکنی و خبررسانی می‌پردازیم. البته نمی‌شود انتظار پوشش تمامی آن زوایای مختلف رو در از یک ساعت داشت، و اما با حضور همکاران فعلی و همینطور پیشین که اکنون در زمره کارشناسان رسانه‌ای مطرح هستند، تلاشمان را خواهیم کرد و البته با مشارکت مستقیم خود شما، مخاطبان برنامه ششمنداز بامدادی، شنونده ها، بیننده ها، خواننده های محتواهای تولیدی بی بی سی، که می توانید دیدگاه ها و پرسش های خود را به مناسبت 80 سالگی این رسانه برای ما بفرستید در طول این یک ساعت از طریق شناسه بی بی سی شما در تلگرام و پای پخش زنده ششمنداز بامدادی در فیسبوک بی بی سی فارسی. سرآغاز شایا سلجو، همکارم که تهیه کننده امروز برنامه است و همراه این شبکاری های من و طی 4 سال گذشته از همکاران ما بوده و از چند و چون بی بی سی فارسی به خوبی آگاه شده، نگاهی دارد به بی بی سی از دیرباز تا کنون. This is London calling in the overseas service of the BBC. لندن 1940، بنگاه سخن پراکنی انگلستان. در این هنگام که خبرفرستی به وسیله رادیو به زبان فارسی از بریتانیای کبیر آغاز می شود، بنگاه رادیوی انگلستان به تمام گوش دهندگان ایرانی و فارسی زبانان در هر جای جهان که باشند دوستانه درود می گوید. حسن موقر بالیوزی، نخستین خبرخوان یا آنطور که در آن زمان می گفتند خبرفرست. امیدواریم که بسیاری از شماها به این اخباری که از لندن داده می شود گوش بدهید و دوستان خیش را نیز از وجود این رابطه تازه میان دو ملت ایران و انگلیس آگاه سازید. نخستین جملاتی که 80 سال پیش از رادیو بی بی سی فارسی در لندن به طور زنده مخابره شد. شنوندگان گرامی، برنامه امشب ما مشتمل است بر اخبار روز و شب. برنامه‌های خبری رادیو بی بی سی در آغاز محدود به 4 روز در هفته بود و هر بخش 15 دقیقه. آن زمان بخش فارسی بی بی سی یک صدای دولتی محسوب می‌شد و یک رقیب جدی هم داشت، رادیو فارسی آلمان نازی. گفتارنویسان بی بی سی در تلاش بودند تا در خلال جنگ گفتارهای رادیو آلمان را خنثا کنند. اما رفته رفته رویه کار در بی بی سی تغییر کرد و اصول روزنامه نگاری نوین از قبیل بی‌طرفی و صحت و دقت در خبررسانی بر آن حاکم شد. طی 80 سال گذشته رادیو فارسی بی بی سی انبوهی از رخدادهای تاریخ معاصر ایران و جهان را پوشش داد. عبور ارتش متفقین از رود راین، در جنوب ریماگن سپاه اول و سپاه سوم ایالات متحده به هم رسیدند. امروز عده زورمندی از بمب‌افکن‌های سنگین امریکایی محوطه‌های راه آهن و وسایط خطوط آهن را در رور و اطراف آن معرض حمله قرار داد. تاجگذاری ملکه الیزابت دوم، این عصای کالسکه مطلای ملکه پیدا می شود. پیشاپیش آنها
پیشاپیش اونها یکی از اسکورت های دربار با لباس های آبی رنگ، هیئت نوازندگان در پیشاپیش اونها حرکت میکنند. چه منظره ای، چه ابهت و جلالی آن. خروج شاه از ایران و انقلاب 57. شاه ایران و همسرش فرح پهلوی بامداد امروز تهران را به طور ناگهانی و مخفیانه ترک نمودند. در حینی که شاه از پله‌های هواپیمای جت مخصوص خود پایین می‌آمد، آشکارا گریه می‌کرد و گفت به این دلیل برای گذراندن تعطیلات می‌رود که خسته است. و از پاسخ به این پرسش که کی باز خواهد گشت خودداری نمود. جنگ ایران و عراق. در خارج از خاورمیانه اسمش را گذاشتند جنگ فراموش شده. اما یکی از جنبه‌های عجیب این جنگ آن است که هر دو کشور از اینکه سرگرم جنگ با یکدیگرند به خود می‌بالند و در واقع هر دو اولین سال روز جنگ را جشن گرفتند. مرگ آیت الله خمینی. همان سیل جمعیتی که 10 سال پیش در بازگشت آیت الله خمینی به ایران از او استقبال کرد، امروز جنازه او را به خاک سپرد. تهران در حرکت حدود 2,500,000 نفر زن و مرد سیاه پوش فلج شد. پیروزی محمد خاتمی در انتخابات. میلیون ها تن از مردم ایران دیروز در یک انتخابات کم نظیر ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی را به سمت رئیس آینده جمهوری اسلامی ایران برگزیدند. وسعت حضور مردم به خصوص زنان و جوانان در این انتخابات به استنباط بسیاری از ناظران و کارشناسان مسائل اجتماعی بیانگر خواست جامعه ایران به تغییر و باز شدن فضای سیاسی عمومی. و جنبش سبز و سرکوبان. بخش فارسی بی بی سی از بدو تأسیس به دنبال ارائه اخبار و تولید برنامه برای فارسی زبانان سراسر جهان بود و برنامه‌های تولیدی آن از همان سال‌های نخست نه تنها در ایران بلکه در افغانستان و بعدتر در تاجیکستان هم شنیده می‌شد. اعدام محمد نجیب الله رئیس جمهوری افغانستان. اولین اقدام طالبان پس از اشغال کابل ورود به ساختمان سازمان ملل متحد بود است. آنان دکتر نجیب الله رئیس جمهوری پیشین افغانستان را از آن ساختمان خارج کردند و پس از کشتن او جسدش را به تیر چراغ برقی در مقابل کاخ ریاست جمهوری به دار آویختند. سقوط طالبان. بر اساس آخرین گزارش ها شهر کابل دیشب به دست نیروهای مخالفان طالبان سقوط کرد و نیروهای طالبان در نیمه های شب گذشته از شهر خارج شدند. در حال حاضر نیروهای مخالفان طالبان میگویند که کنترل شهر در دست دارند و نیروهای پلیس یا نیروهای امنیتیشان در داخل شهر هست و نیروهای نظامیشان در اطراف شهر، نه تنها در شمال کابل بلکه در دروازه های غرب و جنوب و جنوب غرب کابل نیز مستقر شدند. و امضای پیمان صلح در تاجیکستان. امام علی رحمانوف دعوت کرد که روز 26 نوامبر روز صلح باشه و این رو پارلمان تاجیکستان تصویب کرد. در طول 80 سال اخیر بی بی سی فارسی راوی اینها و دیگر رویدادهای تاریخی منطقه و جهان بوده. آموزش و سرگرمی هم در کنار خبررسانی از وظایف بی بی سی بوده و هست. از دوشنبه تا لس‌آنجلس برنامه ای از محی‌الدین عالم‌پور نخستین گزارشگر محلی بی بی سی فارسی در آسیای میانه. سفرنامه یک تاجیک شوروی پیشین که پس از فروپاشی به آمریکا رفته و پای صحبت فارسی زبانان نامدار آنجا نشسته. نام من محی‌الدین عالم‌پور، کارم عکاسی، برداشتن تصویر و نوشتن است. گاه‌گاه برای همین رادیو از دوشنبه خبر می‌فرستم. اما صحبت امشب و شب‌های دیگری من از تاجیکستان نمی‌آید. هرچند درباره تاجیکستان و فرهنگ آن و همچنین فرهنگ ایران زمین که ما تاجیکان خیلی علاقه‌مندش هستیم صحبت خواهم کرد. روز هفتم، برنامه محبوب تفریحی. هر جمعه ما بهترین روزه، این روز قشنگ هفتمین روزه. و پیک شبانگاهی که به پرسش ها و نظرات شنوندگان اختصاص داشت. السلام علیکم، خوشوقتم که بار دیگر در خدمت شنوندگان عزیز هستم.
از دوم خرداد 1380 امواج صوتی دیگر تنها رابطه بین بی بی سی و مخاطبانش نبود. وبسایت فارسی بی بی سی به راه افتاد و پوشش رویدادها لحظه به لحظه شد. 7 سال بعد 25 دی 1387 بی بی سی فارسی تصویری شد. سلام بر شما، سیما علی‌نژاد هستم. به تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. سلام بر شما، من جمال‌الدین موسوی هستم. سلام و شب بخیر، من فرماز بازی. و باز 7 سال بعد سال 1394 رادیو هم تصویری شد. ساعت 7 صبح تهران، 3:30 بامداد اینجا در لندن. شنوندی برنامه شنوندگان پس از 75 سال گویندگان و استدیو رادیو را به چشم خود دیدند. بدین گونه جعبه جادویی رادیو با شمایل و ویژگی‌های تازه نه تنها جایگاه خود را حفظ کرد، بلکه به شمار مخاطبانش هم افزود. مروری بود بر 80 سال کارنامه بی بی سی فارسی از شایا سارجو و چه مروری بسیار از صداهای همکاران سابق ما که صدای ماندگاری داشتن هم در این گزارش بود که همونطور که دیدید و شنیدید چهره‌های سرشناس بسیاری رو در ترکیب خود داشت این گزارش و در واقع این 80 سال افرادی رو در بر داشت تا برسد به امروز. رقیه یکی از سردبیران امروز بی بی سی فارسی رو بگیریم و قول میدم که برخی از پرسش های شما رو هم با او در میان بگذارم. عنایت فانی یکی از قدیمی ترین همکاران امروز ماست در بخش فارسی که برنامه تلویزیونی به عبارت دیگر رو حتما از او دیدید. مطمئنن برای بسیار از شما هم جالب است بدانید که چگونه عنایت فانی به بی بی سی فارسی راه یافت در سالیان دور. من در ماه اوت 1991 اومدم بی بی سی و به صورت به اصطلاح فریلانس کار میکردم، یعنی استخدام رسمی نبودم. کارتون چه بود؟ ترجمه میکردین یا مجری بودین؟ آره، من اولی که اومده بودم ترجمه میکردم و در برنامه بامدادی، این برنامه که الان شما دارین اجرا میکنین، در این برنامه شرکت میکردم. همکاران من آقای خونجی بود که بیشتر از همه شب‌ها آقای لطفعلی خونجی که پیکش هم گاهی داشت و بامداد بسیار آدم شناخته شده یه محبوبی بود در بین شنونده ها و هنوزم هست. رئیس بخش اون موقع باقر مهم بود که تازه شده بود رئیس بخش فارسی و بهروز آفاق معاونش بود که همون موقع دیگه رفت به بخش آموزش بی بی سی و شهریار رادپور شد به طور موقت معاون رئیس بخش. همون صدای اصلی بی بی سی که در واقع برنامه با صدایشون آغاز می شد اینجا لندن است. بله بله درسته. آره، تازه بی بی سی بخش فارسی دوچار یه تحولی شده بود، یعنی تلاش می کردن که یه مقداری تنوع برنامه ها رو بیشتر بکنند و از اون حالت فقط ترجمه کردن و به هر حال خوندن بیان بیرون و کارهای خلاق بکنن در بخش فارسی. البته یکی دو سال قبل شروع شده بود، ولی از سالهای 91 به بعد چند تا برنامه اضافه شد به برنامه های رادیوی بی بی سی. من البته خیلی زود وارد اون بخش اصلی بی بی سی شدم و 6 ماه بعد از اینکه وارد شدم دیگه مجری برنامه جام جهان نما بودم و کارهایی به سر هر کسی دیگه میکردم. بله. آره. ولی بی بی سی که شما رو استخدام کرده بود عنایت یک بخش کوچیک بود، درسته؟ بی بی سی فارسی منظورم هست که بخش کوچیک بود. چند نفر کار میکردن توش؟ من فکر میکنم اون موقع مجموع کارمندهای رسمی تمام وقتش حدود 13 یا 14 نفر بیشتر نبودن. ساعت برنامه ها هم زیاد نبود. برنامه 45 دقیقه‌ای جام جهان نما در ساعت 5 بعد از ظهر داشتیم و بعد برنامه بامدادی بود که اون هم یک برنامه 45 دقیقه‌ای بود یا بعدا زیاد شد البته. همین برنامه که الان 1 ساعت هست گاه 2 ساعت میشه مثل امروز، در نتیجه از لحاظ حجم و اندازه بی سی فارسی اون زمان رو با امروز نمیشه مقایسه کرد با سلفش. در واقع کدوم یکی بهتره حالا که شما هر دو تا رو تجربه کردین، کار کردن تو یک مجموعه کوچیک یا بزرگ از چه لحاظ؟ والا در مجموعه کوچک همه چیز محدوده، یعنی به هر حال برای رسانه امروز در دنیای مدرن احتیاج هست که وسیع تر بشه، عده کارمنداش بیشتر بشن، خلاقیت های بیشتری نمود پیدا بکنه، بیننده و شنونده های بیشتری جلب بکنه. این خیلی طبیعی هم هست در دنیا امروز دیگه، نمیشه با اون حد زمان مثلا سالهای 1990 میلادی کار کرد. در نتیجه به نفع همه است، هم به نفع
شنونده های بی بی سیه که هم تنوع دارن، هم مطالب خیلی بیشتری عرضه میشه بهشون، خبرها خیلی دقیق تر و خیلی تحلیلی تر بهشون ارائه میشه، که این اون زمان ما خیلی نبود اینجوری. ما مثلا برنامه بامدادی که ما داشتیم، اولا که ساعتش خیلی کم بود و بعدش هم یه مقدار ولی خبراش که دقیق بود اون زمان هم. دقیق بود، همیشه دقیق. بی بی سی استارش در دقت خبرش همیشه بوده. من تا منظورم اینه که متنوع نبود. شما الان در برنامه بامدادی امروز بی بی سی خب خیلی مطالب زیادی از با انواع اقسام آدم شما مصاحبه میکنه توی برنامه‌تون. ما اینها رو نداشتیم. بعد از 2001 بود که در برنامه بامدادی بی بی سی تغییر اساسی پیدا کرد و ساعتش زیاد شد و ما حتی فرصت داشتیم که بتونیم بیشتر مثلا با افراد مصاحبه بکنیم و مطالب بیشتری تو برنامه بگنجونیم. یعنی رویدادهای جهانی هر چه شور و هیجان بیشتر پیدا می‌کرد، حجم برنامه هم بیشتر می‌شد و افزایش پیدا می‌کرد. مثلا فرض کن در سال 2001 بعد از اینکه امریکایی‌ها حمله کردن به افغانستان و بعد از واقعه 11 سپتامبر، خب یک دفعه با برنامه‌مون مثلا از یک ساعت برنامه جام جهان نما تبدیل شد به 4 ساعت برنامه. خب ما احتیاج به نیروی بیشتری داشتیم، احتیاج به مطالب بیشتری داشتیم و مطالب هم بود، برای اینکه دنیا یک تغییر اساسی کرده بود، یه طوری جو به خصوص منطقه‌ای که ما براش برنامه میذاشتیم و پخش میکردیم تغییر کرده بود. حالا اگه اجازه بدین عنایت با شما، که اونطوری گفتیم 29 سال که در بی بی سی فارسی کار میکنیم و ظرف سالیان سال از سردبیران بی بی سی فارسی هستین، یکی دو تا پیام مخاطب هامون رو مرور کنیم که تا این چند روز اخیر پیام ها و دیدگاه های بسیاری در بی بی سی برامون فرستادن. بیشترشون پیام های مهربار شادباش و تهنیت و تقدیر. مثلا علوی گفته سالهای سال مردم اخبار بی بی سی رو شنیدند و دور هم نشستند و نقد کردند. روزهای انقلاب 57 هم منبع موثق دریافت اخبار مردم بود بی بی سی فارسی. بهزاد گفته که طی 50 سال اخیر شنونده برنامه های بی بی سی بوده به خاطر اعتباری که برای اخبارش قائله و میگه شاید فقط 5 روز رو به دلایلی از دست داده، که دست مریضات میگم به بهزاد بابت این همه وفاداری. و دیدگاه های انتقادی هم بوده البته که یک امر طبیعی هست. علیرضا فقیه‌زاده مثلا گفته که تصور میشد که این بنگاه پی به اشتباه خود در همکاری در فروپاشی نظام متمدن پادشاهی برده باشد. متاسفانه این چنین نیست، زیرا این بنگاه ابزاری برای زمین سازی مقاصد نظام جمهوری اسلامی شده. این تصور از دید شما از کجا برمیاد که بی بی سی نه تنها در پا گرفتن نظام جمهوری اسلامی در ایران دست داشته، بلکه امروز هم به قول علیرضا زمین ساز مقاصد نظام جمهوری اسلامیه؟ ببینید، این توهم همیشه وجود داشته بعد از، به دلیل اینکه بی بی سی فوق العاده فعال بود. یعنی زمانی بود که اولا بی بی سی در دولت ایران رسما قبول کرده بود که بی بی سی بخش جهانی بی بی سی خبرنگار داشته باشه در ایران، در دوران مثلا سال 1356 تا 57 که انقلاب شد. در نتیجه ایران یک کشور فوق العاده مهم در جهان و به خصوص در منطقه خاورمیانه بود و دچار یک بحران اساسی سیاسی شده بود و یک تحول عظیمی داشت در اونجا رخ میداد. اون وقت بی بی سی به عنوان یک بنگاه خبری معتبر و بزرگترین بنگاه خبری جهان که نمیتونه دست رو دست هم بذاره و هیچی نگه در این مورد، خب طبیعتاً وقتی هم که خبرنگارش در داخل بود امکان دسترسی به خبرهای دست اول زیاد داشت. خب اینا رو پخش میکرد، خیلی طبیعی بود که پخش میکرد. خیلی خبرگزاری‌ها و سازمان رسانه‌های دیگه همین کارو میکردن. همین شما در رسانه‌های جهان نگاه بکنید، پر از خبرهای دوره انقلابه، منتها همه یقه بی بی سی رو میگیرن به دلیلی که بی بی سی خب یک سابقه خیلی طولانی در ایران داشت. خب بیشتر توجه میکردن بی بی سی ببینیم که چی میگن. یعنی برای هم اونایی که انتقاد میکنن از بی بی سی و هم اونهایی هم که هنوز هم فکر میکنن که خبرهای دست اول و معتبر رو از بی بی سی گرفتن، همه گوش میدادن به بی بی سی. همیشه آدم اینو میگه که آخه چجور ممکنه یک ملتی به وسیله یک رادیو دست به انقلاب بزنی؟ همچین چیزی امکان نداره و درست هم نیست. بی بی سی کار وظیفه خبررسانی خودش رو انجام میداد اون زمان و منتها کشور دچار تلاطم و آشوب بود و همه چیز یک معنی خاصی پیدا میکرد.
خب پاره از دیدگاه های شما رو در ترکیب گفتگو با عنایت فانی که از سردبیران بی بی سی فارسی آوردم، اما شکی نیست که دیدگاه شما بسیار فراتر از این هاست که بهشون اشاره شد. حتما میتونید بفرستین به شناسه بی بی سی شما در تلگرام و پای پخش زنده برنامه در فیسبوک بی بی سی فارسی. این هم اظهار نظر مشتبه از شنوندگان برنامه است که برای ما فرستاده. با سلام و خسته نباشید خدمت تک تک عزیزانی که توی بی بی سی فارسی زحمت میکشن و تقدیر و تشکر زیاد بابت این همه سال اخبار درجه یک دادن به مردم. خیلی ممنون از همه تون. تبریک میگم این 80 سالگی رادیو بی بی سی فارسی رو به همه. و البته کلی خاطره داریم از اینکه همیشه اول صبح که میخوام برم سر کار، اولین کاری که میکنم، چند سالی هست که دیگه این شده عادت، هر روز صبح من سرخط خبرها رو همیشه گوش میکنم از رادیو بی بی سی، و چنانچه نتونم رادیو رو گوش کنم تو اون ساعت، حتما از طریق کانال تلگرام دانلود میکنم و گوش میکنم و همیشه مشتاق این هستم که اخبار از شما دنبال کنم. بازم تبریک میگم 80 سالگیت مبارک بی بی سی. دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما بامدادی @bbc.co.uk 2044-370-412-22-22. در بامداد نهم دی 29 دسامبر با چشم‌انداز بامدادی هستید. در روی تاریخ بی بی سی فارسی کتاب هم نوشته شده. 6 سال پیش در لندن کتاب منتشر شد تحت عنوان بی بی سی فارسی و منافع بریتانیا در ایران به قلم معصومی طرفه و انبل سربرنی. این کتاب پاسخ بسیاری از پرسش‌های شما رو میده، اینکه بنا به اسناد و مدارک موجود در وزارت خارجه بریتانیا و همینطور در بی بی سی، در داخل بی بی سی فارسی ظرف دوری در واقع عمده که در این کتاب به اون پرداخته شده چه گذشته. این کتاب به 3 دوره بحرانی اختصاص داره در ایران و پوشش اخبار آن در بی بی سی فارسی بر کناری رضا شاه پهلوی، کودتای 1332، انقلاب 1357. در این باره با معصومی طرفه نویسنده این کتاب و از همکاران پیشین ما گفتگو داشتم و نخست خواستم که توضیح دهد بنا به مدارک تاریخی بی بی سی فارسی این 3 دوره تاریخی را چگونه پوشش داده. بی بی سی در واقع در بحبوحه جنگ جهانی دوم، بی بی سی فارسی منظورمه، و در بحبوحه اختلافات بین ایران و بریتانیا بر سر موضوع هیتلر به وجود آمد، به خاطر اینکه در اون زمان هیتلر از لحاظ تبلیغاتی بسیار قدرتمند بود و تونسته بود با رادیوهای بین المللی که به وجود آورده نفوذ بسیاری در نقاطی که دلش می‌خواست در اونها بر اونها استقرار پیدا بکنه. در نتیجه برای دولت بریتانیا بسیار مهم بود که بتونه با این مقابله بکنه. در ایران هم مثلا رادیو برلین شنوندگان فوق‌العاده زیادی داشت و حدس و گمان وجود داشت که رضا شاه طرفدار هیتلر هست. بحث جنگ بسیار بحث جدی بود، کار هیتلر تبلیغاتی بود و کار بخش فارسی بی بی سی هم در آغاز کاملا تبلیغاتی بود. و کجا این تبلیغات متوقف شد در واقع، یا عملکرد تبلیغاتی این رسانه و ارزش‌هایی مثلا بی‌طرفی و رعایت حد انصاف و برابری و دقت و صحت مستولی شد؟ در همون اول چند نمونه داریم که اول از رضا شاه وقتی که بخش فارسی بی بی سی آغاز به کار میکنه اول تعریف میکرده مرد شجاع و وطن پرستی است که متجدد هست و میخواد ایران رو پیش ببره، ولی بعد از اون وقتی که موقع جنگ میشه رضا شاه تبدیل میشه به دیکتاتوری در برنامه‌های رادیویی که در واقع ثروت ملت رو برای خودش اندوخته، اموال مردم یعنی زمین‌های مردم رو غصب کرده، سیاستمدار دیکتاتوری است و شروع میشه به یک سری برنامه‌هایی در بخش فارسی بی بی سی در انتقاد از سیستم یا نظام
دیکتاتوری و شاهنشاهی و در تمجید از نظام پارلمانی که نظام بریتانیایی بوده. اینها به نتیجه میرسه، رضا شاه سقوط میکنه. در نتیجه وقتی که در دوره مصدق با عزم راسخ مصدق برای ملی کردن صنعت نفت ایران مواجه میشه، در اونجا هم فکر میکنه که همین حربه رو دوباره به کار ببره، ولی این بار به حد زیادی پیشرفته تر شده باز. یعنی اتفاقی که میفته این هستش که مقالاتی نوشته میشه در مورد مسئله ملی شدن نفت و انتقاد شدید از مصدق، و این مقالات داده میشه به بخش فارسی بی بی سی، گفته میشه که اگر شما میخواید برنامه درست بکنید این ضوابط رو هم در نظر بگیرید. اگر میخواید وقتی که کودتا صورت میگیره مدارک رو نگاه میکنیم، میبینیم که در اونجا دستور مشخص داده میشه به تمام رسانه ها و البته از جمله بخش فارسی بی بی سی که هیچ صحبتی راجع به کودتا نکنند. اگر کسی ازشون سوال کرد که آیا چنین کودتایی اتفاق افتاده، میگن نه، یک سری تظاهراتی اتفاق افتاده که تظاهرات ضد دولتی بوده. یعنی این یک مدرکی هست که خیلی کم به اون اشاره شده و کمتر وجود داشته، و اینم مربوط به کودتای 32 هست و همینطور مصدق که بهش اشاره کردین. ولی میدونیم که یکی از بخش‌های مهم و نزدیکتر به روزگار ما که در کتاب شما یکی از دوره‌های بحرانی دیگر و سومی که بهش پرداختین مربوط به سال 57 هست، انقلاب 1357، برهه‌ای از تاریخ ایران که همین امروز هم پیامدهای اون رو داریم می‌بینیم. در مورد عملکرد بی بی سی فارسی در اون دوره به ویژه در ایران شایعات و باورهای بسیاری بوده و همین الان هم هست. ادی معتقدن که بی بی سی در پیروزی روح الله خمینی و همینطور انقلاب اسلامیش نقش داشته. میخوام ببینم که در طول این تحقیقاتی که انجام دادید آیا دلیل موثقی به چشمتون خورده که واقعا نشون بده که بی بی سی به گونه ای مستقیم یا غیر مستقیم تأثیری داشته باشه در پیروزی انقلابی در کشوری بزرگ مثل ایران، در واقع رسانه خارجی تونسته باشه موثر باشه؟ در این زمان بی بی سی که ما مشاهده میکنیم کاملا با بی بی سی دوره مصدق تفاوت داره، برای اینکه بی بی سی کم کم رشد کرده و از بی بی سی مادر که به زبان انگلیسی باشه شیوه های خبرنگاری و شیوه های اطلاع رسانی رو یاد گرفته و کاملا مستقل عمل میکنه و به هیچ کسی اجازه نمیده که در کار داخلیش دخالت بکنه. در ضمن ما با شاهی مواجه هستیم که دیگه اون شاه جوان اون دوره نیست. شاه در این دوره فوق العاده پرقدرت هست و انتقاد میکنه از دولت بریتانیا. در این دوره ما شاهد هستیم که سفیر بریتانیا در ایران در گزارش‌های متعددی به وزارت خارجه بریتانیا اصرار داره، در نامه‌هاش و گزارش‌هاش به وزارت خارجه بریتانیا که بخش فارسی بی بی سی یا باید بسته بشه و یا باید این لحن انتقادآمیز از شاه رو عوض بکنه. در واقع در داخل وزارت خارجه بریتانیا برخورد نظراتی پیدا میشه. در اونجا یک عده‌ای هستند که موافق با شاه هستند، اما یک عده‌ای هم هستند که میگن ما باید راه حقیقت رو دنبال کنیم، ما باید ببینیم که روی هم رفته شرایط سیاسی ما رو داره به کجا میبره. چون فراموش نکنید که اعتبار بی بی سی در این زمان از این موضوع میامد که مردم جهان به گفته‌هاش باید اعتماد داشته باشن، یعنی باید اخبار دقیق بده. دیگه نمیتونست با پروپاگاند و تبلیغ کار بکنه. پس فکر میکنی که در این مورد به خصوص راهنمون‌هایی که سفیر پیشین بریتانیا در تهران آقای پارسنز داده بود در واقع صرف نظر شد، نادیده گرفته شد و بی بی سی راه دوم رو انتخاب کرد؟ به علاوه اون وزیر خارجه بریتانیا دیوید اوئن به هیچ وجه حاضر نبود در کار بی بی سی دخالت بشه. دستور از او هست که به هیچ وجه در کار داخل بخش فارسی بی بی سی دخالت نکنید، این یک رسانه مستقل هست و باید همونطور هم. من هر چقدر گشتم و باور کنید که پرونده های بیشماری هست درباره این دوره، هر چقدر گشتم هیچ کجا اثری از این که ببینم دخالت مستقیمی در کار بخش شده باشه پیدا نکردم. خب اینا صحبت‌های مصمم طرفه بود. همکار پیشین ما در بی بی سی فارسی که سخنگوی سازمان ملل متحد در تاجیکستان افغانستان هم بوده درباره کتابی صحبت می‌کرد که 6 سال پیش در مورد تاریخ بی بی سی فارسی نوشته بود، بی بی سی فارسی و منافع بریتانیا در ایران. بی بی سی فارسی که امروز 80 ساله شد و به همین مناسبت میشه سراغ همکاران پیشین دیگر را هم گرفت که اکنون از کارشناسان رسانه‌ای هستند، از جمله بهروز تورانی.
روزنامه‌نگار ایرانی و مؤلف و مترجم کتاب‌های متعدد در حوزه رسانه، از جمله کتاب تاریخ رسانه از گلگمش تا گوگل. همین 13-14 سال پیش با آقای تورانی همکارا هم نشین بودیم. این بار او در جایگاه یک کارشناس به من گفت که برای بی بی سی فارسی در جهان رسانه چه جایگاهی را قائل است. من برای رادیوی فارسی بی بی سی جایگاه جداگانه‌ای قائلم که به نظر من تقریبا به کلی با جایگاهی که تلویزیون فارسی بی بی سی داره و پیدا کرده متفاوته. موقعی که رادیوی فارسی بی بی سی رو در ایران من میشنیدم، از موقعی که خیلی جوان بودم، کودک بودم، تا موقعی که دیگه یک آدم میانسالی بودم و دقت میکردم به برنامه های رادیو، میدیدم که تأثیر خیلی چشمگیری میگذاره در ایران، به خصوص در سالهای اوائل، سالهای بعد از انقلاب و همینطور گاهی در سالهای پیش از انقلاب، که اهمیت سیاسی گفتارهایی که میگفتن خیلی زیاد بود برای مردم. در حول و حوش انقلاب، در اون یک ساله منتهی به انقلاب، بی بی سی فارسی تأثیر خیلی زیادی داشت و به نظر من تعداد شنونده هاش هم بسیار زیاد بود، چون هر جا که می رفتیم هر روز صبح صحبت این بود که دیشب چه گفتن و صبح دوباره صحبت این بود که بعدن که تلویزیون رادیوی صبحگاهی ایجاد شد که مردم صحبت می کردن از آنچه که در این رادیو شنیده بودند. و اعتمادی که مردم داشتن به بی بی سی در اون زمان فکر نمی کنم که تکرار شدنی باشه هرگز برای بی بی سی، یا شاید مشکل باشه تکرار کردنش، چه برای بی بی سی چه برای هر رسانه دیگری. همین اعتماد و محبوبیت را اگه دربارش صحبت بکنیم آقای تورانی، که چرا بی بی سی با وجود این همه فاصله از ایران و اینکه بستر فرهنگیش کاملا در واقع متفاوت بود و متعلق به ایران نبود و افغانستان همینطور، در این کشورها به خصوص در ایران و افغانستان اینقدر محبوب شد و اونطور گفتین اعتماد داشتن به خبرهایی که از بی بی سی میشنیدن؟ ولی یکی از دلایل اعتماد شنوندگان به برنامه‌های رادیوی فارسی بی بی سی این بود که چه در زمان پیش از انقلاب و چه در سالهای بعد از انقلاب، رسانه‌ها در ایران اون آزادی رو که معمولاً شما در رادیوی بی بی سی می‌بینید، در پوشش خبری رادیوی بی بی سی و همینطور در تفسیرهایی که ازش پخش میشه و میشد میبینید، در رسانه‌های ایران نمیبینید. دوم اینکه القاب و تعارفاتی رو که معمولاً در تلویزیون ایران در مورد افراد مختلف به کار میبرند، در تلویزیون بی بی سی به کار نمیبردند، الان هم کم و بیش به کار نمیبرند. در رادیو بی بی سی منظورتونه؟ بعد در رادیوی بی بی سی، بله. و این باعث می شد که این سادگی باعث می شد که به گفتار این رادیو یک صلابتی بده، یک استحکامی بده که خارج بود از اون تعارفاتی که معمولا در رادیوی ایران به عمل می آمد. خب بلکه از این مواردی که گفتین آقای تورانی همین الان هم هست، درسته؟ مثلا اون القابی که اونجا به کار می برند یا نحوه پوشش خبرها و اینها متفاوته با اون چیزی که در بی بی سی هست. بله. یک جنبه دیگرش که بی بی سی رو مهم می‌کرد این بود که برای که اون موقع فرصت خیلی کمی داشت، مثلا شب‌ها در برنامه اولی که پخش می‌کرد 45 دقیقه بود و در این 45 دقیقه فقط خبرها و رویدادهای ایران رو پوشش نمیداد. مطالبی در مورد اخبار جهان هم ارائه می‌کرد، مطالب ادبی و فرهنگی هم ارائه می‌کرد و همه اینها به خاطر که زمان کمتری داشت به صورت فشرده بیان می شد، بنابراین حواشی که امروزه معمولا در خبرها هست وجود نداره. همه الان صحبتی که من و شما می کنیم به قدر کافی طولانی هست، ولی در رادیوی بی بی سی یک مصاحبه 3 دقیقه‌ای یک مصاحبه خیلی طولانی بود. اگر می شد اون رو در 1 دقیقه و نیم انجام داد، اون جان کلام می رفت در اون 1 دقیقه و نیم و یک مطلب واقعا خوب شنیدنی و به قول من گوارایی نصیب شنونده می شود.
صحبت گوارایی بود با بهروز تورانی، کارشناس رسانه‌ای و همکار پیشین ما از رادیو بی بی سی فارسی صحبت میکرد. خاطرات فراوان هست. فعلا بریم یک سراغ یکی از صداهای به اصطلاح شناختنی، صدایی که بسیاری از شما و بسیاری از نسل جوانتر بی بی سی رو با اون صدا شناختن. نازنین جاوید همکار ما که این روزا هم همچنان با ما هست در ترکیب تیم چشم‌انداز بامدادی بی بی سی فارسی، از نازنین پرسیدم که چطور و چگونه به بی بی سی فارسی راه پیدا کرد. من در سال 1996 در پاسخ به یک آگهی که در یکی از روزنامه‌های ایرانی چاپ لندن بی بی سی فارسی منتشر کرده بود به بی بی سی راه پیدا کردم، یعنی جواب دادم به اون آگهی. آگهی هم چی بود؟ خبرخون برای شب میخواستن، یعنی کسی که بیاد شب کار بکنه. من کارمو در بی بی سی با خبرخونی در شب شروع کردم. یعنی 24 سال پیش، درسته؟ 96. 24 سال پیش دقیقا، یعنی سال دیگه میشه 25 سال. ولی برای من همیشه جالب بود بدونم که آیا واقعا مجبور بودین که بیاین، در واقع خودتون انتخاب کردین بیاین بی بی سی کار بکنین، یا در واقع کار دیگری نداشتین و به ناچار بی بی سی رو به عنوان شغل خودتون انتخاب کردین؟ نه کار دیگه ای داشتم، اتفاقا کار دیگه ای داشتم، کار خودم رو داشتم، ولی به خاطر علاقه به بی بی سی، به خاطر علاقه به زبان فارسی، به خاطر علاقه به اخبار، من خیلی خیلی علاقمند به اخبارم، نه فقط اخبار ایران، اخبار جهان، اخبار منطقه، و خیلی برام این کار جالب بود، به خصوص که کارش خبرخونی بود. من سالها کارم اینی بود که خبر ترجمه کنم، گزارش‌ها که مربوط به خبر باشه ترجمه بکنم و اینها رو بخونم در رادیو، و واقعا از این کار لذت می‌بردم، چون فکر می‌کردم نبض اخبار دنیا تو دستمه. و اون زمان بیشتر کار ترجمه بود، درست؟ یعنی اخبار رو دریافت میکردین، ترجمهش میکردین و پشت میکروفون میخوندین. اخبار ایران برای ما با تأخیر میرسید، روزنامه ها که با هواپیما شاید روز بعد به دستمون میرسید، شاید هم حتی بیشتر و با فاصله بیشتر، و اخبار دیگه هم نه اینترنتی بود به این شکل، نه این شبکه‌های اجتماعی بود، همه چه خیلی طول می‌کشید به دست ما برسه. بنابراین بیشتر کار ما هم روی اخبار جهان، گزارش‌های جهان بود، و اون چیزی که از ایران رسیده بود شاید با کمی تأخیر روش کار می‌کردیم. درسته، دقیقا. یعنی شبکه‌های ارتباطاتی چون خیلی کمتر و محدودتر بود، کار خیلی طول می‌کشید، ولی احتمالاً حجم کاریتون در مقایسه با حجم کاری امروز خیلی کمتر بود، مگه نه؟ به مراتب. مثلا ساعت‌های کاری ما خیلی کم بود. یک برنامه جام جهان نما داشتیم که بعد از ظهر پخش می‌شد، یک برای ما بعد از ظهر در ایران اوایل شب، اشتباه نکنم ساعت 4:30 بعد از ظهر در زمستون ها، 5:30 فکر می‌کنم در تابستون به وقت لندن، و یک برنامه بامدادی داشتیم مثل همونی که الان داریم، و یک برنامه دیگه این بین این دوتا که تکرار بود، یعنی برنامه موضوع شاید گزارش های جدیدی براش درسته میکردیم، گزارش های خیلی طولانی تری بودن که درست میکردیم براشون، و هرچی کار کمتر بود. درست. و نازنین، اگه معجزه امشب امروز اتفاق بیفته و به ماشین زمان دسترسی داشته باشیم، آیا ترجیح میدی که سوار اون ماشین زمان بشی و برگردی به بی بی سی گذشته، یا در همین بی بی سی امروز بمونی؟ فکر کنم دلم خواست برگردم به لااقل 10-12 سال پیش، به اون دوره‌ای که ما دوره طلایی رادیو بهش میگفتیم، قبل از اینی که تلویزیون ها به همه جا راه پیدا کنن و تو هر سوراخی باشن، و مثل همین الان که ما رادیو داریم ولی همه چیز تلویزیونیه. دقیقاً. و اونم تلویزیونی، اون موقع که بیشتر با گوش سر و کار داشتیم، یعنی اون گزارشی که می‌زدیم، خبری که تهیه می‌کردیم، مطالبی که می‌گفتیم، طرز مصاحبه‌مون، همه چی برای کسی بود که داشت گوش می‌کرد و فقط از گوشش داشت استفاده می‌کرد، نه از کسی که ضرورتاً می‌خواست به زرق و برق و رنگ و لعاب تلویزیون و تصویرم نگاه بکنه. برای من یک جایگاه خیلی خاصی داره رادیو، اینی که بتونی فقط گوش بکنی و یه مقدارش رو بتونی از تخیل خودت استفاده بکنی. دقیقاً. و حالا بعد از این که رادیو دیداری شده یا تصویری شده، چقدر این تاثیر گذاشته روی کار خود شما به عنوان مجری برنامه؟ قطعاً تاثیر گذاشته، اون حالت شاید طبیعی رو گرفته. من خیلی آدمی نیستم که دوست داشته باشم جلوی دوربین باشم، جلب توجه بکنم و چشم‌ها روی من باشه. ترجیح میدم که ترجیح میدادم
پشت همون میکروفونی باشم که تصویر نداشته باشه. تصویرش شاید خیلی جزئی باشه در اون کیفیت کار و طرزی که ما کار میکنیم، اون چیزی که باید در نظر بگیریم، استانداردها و شرایط قطعا تأثیری نکرده. این صحبت‌های نازنین جاوید بود، همکارم و پرسابقه ترین گوینده چشم‌انداز بامدادی بی بی سی که همچنان با ماست در ترکیب تیم رادیو بی بی سی فارسی. خدا کند که همچنان باشد. البته اون چیزی که توصیف میکرد در مورد رادیو دیداری کاملا دیدگاه خود ایشون هست. من از رادیو دیداری بسیار بسیار هم خوشم میاد، از اینکه در واقع میشه همزمان شنید صدا رو و همچنان اگر شما از طریق تلویزیون برام دنبال میکنید میشه دید. چه فرقی میکنه رادیو یا تلویزیون؟ اگه تلویزیون رو تماشا میکنید برنامه تلویزیونی، اگه رادیو رو گوش میدید رادیویی است. اما همکارانی هم داریم که به ناچار باید همچنان پیشین خطاب کنیم، مثلا مهدی جامی، نامی آشنا برای اهالی رسانه که سالها در بی بی سی فارسی کار میکرد و بعدش خودش رسانه‌ها رو ابداع کرد، از جمله رادیو زمانه که طرح مهدی جامی بود و بعد از اون هم چند طرح دیگر، فعلا در آمستردام هلند زندگی میکنه. از مهدی جامی هم خواستم که دوره ورودش به بی بی سی فارسی رو به یاد بیاره و با ما صحبت بکنه. من و چند نفر از دوستانم که با هم وارد بخش فارسی بی بی سی شدیم در می 1996، یک سال قبل از انتخابات مشهور اصلاحات و اومدن آقای خاتمی، در واقع اولین گروهی بودیم که از ایران بعد از انقلاب استخدام می شدیم و به چشم ما بی بی سی هنوز همون بی بی سی سالهای انقلاب بود. خب خود من هم که اومدم قرار بود یک برنامه هنری یا ادبی بسازم به اسم روزنه و قاطعا برام مهم بود که بشه توی بی بی سی کار کرد و با این انگاره وارد بی بی سی شدیم که در کشوری که در واقع طبقه متوسط تریبون نداره، حالا ما تریبونی داریم که میتونیم آرا و عقاید طبقه متوسط رو به نحوی منعکس کنیم و شخصا هم همین کار رو کردم. و بسیار برنامه موفقی بود، برنامه فرهنگی روزنه، مجله فوق‌العاده موفق و پرشنونده بود که دقیقاً یادم هست. گذشته از این چه خاطراتی در ذهنتون هست؟ میشه بگین که با چه کسانی در بی بی سی کار میکردید و با گذشت 24 سال از روزی که پا به بی بی سی گذاشتید چه چیزهایی بیشتر شما رو به یاد بی بی سی میندازه؟ خب اون یه دوره خیلی خاصی بود. اولی که ما جمع کوچکی بودیم و وقتی که ما مثلا 3-4 نفر وارد بی بی سی شدیم، شاید کارمندان رسمی بخش بیشتر از 10-12 نفر نبودیم جمعاً و یه 10 نفر دیگه هم به شکل پاره وقت کار میکردن، مجموعاً 22 نفر در بخش کار میکردیم. خیلی جمع همدل و همبسته و تقریبا خانوادگی بود. میتونستیم با هم رستوران بریم، مهمونای مختلف شرکت بکنیم با هم دیگه. با کسانی که کار میکردیم و عمدتا من چیز یاد میگرفتم، پیشکسوت‌های ما بودن، مثل خانم معصومه طرفه، آقای شهریار رادپور که هر جا هستن یادشون به خیر باشه، و همچنین مرحوم افشین مبصر و دوست دیگری آقای میرزاده. اینا همه دوستان قدیمی بودن که از سالها قبل در بی بی سی بودن و برای نسل جدیدی که ما بودیم خیلی کاراشون، صداشون، رفتارشون، برخوردشون با برنامه ها و شیوه تهیه کارشون، چه خبر چه برنامه های فرهنگی و اینها، آموزنده بود. و چون به تاجیکستان هم اشاره کردین، در همون سالها بود، در سالهای حضور شما، که صفحه تاجیکستان در تارنمای بی بی سی پرژن نقطه کام دو خطی شده بود، درسته؟ این مال دوره بعد ما. وقتی وارد شدیم در واقع توی بوش هاوس در یه نیم طبقه 2-3 اتاق، شاید 4 اتاق مثلا بی بی سی داشت و خیلی جای کوچکی بود و ولی خب تأثیر فوق‌العاده‌ای داشت. دوره‌ای بود که هنوز دیجیتال نشده بود بی بی سی. یادم هست که مثلا دفتر تاجیکستان که من رفتم یا دفتر تاشکند، اونها زودتر از ما دیجیتال شده بودن و ما هنوز آنالوگ بودیم، با تیغ نوار صداها رو می‌بریدیم و ادیت می‌کردیم. بعد از تقریبا 5 سال 2000-2001 یواش یواش بخش آنلاین بی بی سی راه افتاد که من سفر رفته بودم به تاجیکستان. بعد که برگشتم
همین حدود سال 2000 هست، منتقل شدم به بخش آنلاین و فکر کنم مثلا در عرض یکی دو سال اون صفحه هم را افتاد که با همه مشکلاتی که وجود داشت، چون خط فارسی مثلا راست به چپ بود، خط سریلیک چپ به راست بود و این برای کار آنلاین مشکلات ایجاد میکرد، حفظش کردیم و مطالب خیلی خوبی به خط سریلیک منتشر میشد، البته به دو خط فارسی و سریلیک منتشر میشد. فکر میکنم برای دوستان تاجیکمون هم خیلی تجربه خوبی بود، چون اونا باید به فارسی مینوشتن گاهی وقتا و باید مثلا من ادیتش میکردم. رابطه خیلی نزدیک و خوبی با دوستان به خصوص دفتر دوشنبه پیدا کردیم، زرینه خوشبخت، سهراب زیاد، دوستان دیگه که اونجا بودن، چون من هم رفته بودم اونا رو دیده بودم، هم اونا هر چند ماه بار می اومدن یک به یک به لندن، رابطه خیلی نزدیک و خوبی هم با دوستان تاجیک داشتیم و بله اون در واقع میشه گفت اولین ابتکار یا اولین صفحه تاجیکستان به خط سریلیک بود، چون اون دوره‌ای بود که هنوز خیلی تاجیکستان رو نمی‌شناختن اصلا، عکس و تصویر هم از تاجیکستان بیرون نمی‌اومد، با روزنامه‌نگاری تاجیکستان کسی آشنا نبود. این صفحه بی بی سی خیلی مهم بود هم برای خود تاجیکان و هم کسایی که خارج از کشور بودن، مهاجران تاجیک، و هم خب برای روزنامه‌نگاری تاجیکستان که با معیارهای بی بی سی در واقع مطلب نوشته می‌شد و به دو خط نشر می‌شد. مهدی جامی بود از تهیه کنندگان ارشد پیشین بی بی سی فارسی. در صحبت‌های مهدی یادی شد از سهراب ضیا در دوشنبه تاجیکستان که از بخت نکو همین حالا در ارتباط زنده با ما. سهراب، در واقع صحبت از بی بی سی فارسی هست که می‌دونیم که چون بی بی سی فارسی است نه ایران، مختص فقط یک کشور نیست بلکه تاجیکستان و افغانستان و همینطور مابقی مناطق فارسی زبان جهان رو در بر داره، ولی شاید بد نباشه اینجا بگیم که تاجیکستانی که از مناطقی بود که دیرتر وارد حیطه پوشش بی بی سی فارسی شد، میشه یک یادی بکنه از اون روزها؟ کاملا درست میفرمایید، چون در زمان شوروی در تاجیکستان مثل جماهیر دیگری شوروی شنیدن رادیوهای خارجی از جمله بی بی سی ممنوع بود، اما با وجود این ایده زیاد از روشنفکران تاجیک این برنامه‌های فارسی و روسی بی بی سی را گوش میدادند و با تجاوز شوروی با افغانستان تعداد زیادی از روشنفکران تاجیک به عنوان ترجمان به افغانستان اعزام شدند و در پی اون بود که محی‌الدین عالم‌پور، عکاس و خبرنگار ورزیده تاجیک، در اوایل دهه 1990 میلادی به عنوان اولین خبرنگار بخش فارسی رادیوی بی بی سی در تاجیکستان آغاز به کار کرد و از آن وقت بود که محی‌الدین با اون برنامه‌ها و گزارش‌هایی که از تاجیکستان تهیه می‌کرد یک پل ارتباطی میان تاجیکستان و شنوندگان پارسی زبان در سراسر دنیا شد. البته همین دو هفته قبل از ترور محی‌الدین عالم‌پور 25 سال سپری شد. دقیقاً 25 سال گذشت. بله. بله. و اگر عمر وفا می‌کرد او در آستانه نوروز آینده به سن 75 سالگی می رسید. بعد از محی‌الدین تعداد زیادی از خبرنگاران تاجیک با توجه به اینکه بخش فارسی بی بی سی دفتر خود را در تاجیکستان گسترش داد، به جمع همکاران پیوستند. مردان محمد، نور محمد خالزاده، زرینه خوشوقت، سال 1997 من به جمع اونها پیوستم و همینطور در سالهای بعدی شمسیه قاسم، اسفندیار یادینا، اسکندر فیروز، روزیگل مومین، پروانه فیروز، قربان علمشاه، خورشید همدم، احسان زروان و خود شما که بعدن همراه احسان پشت سری هم رفتید بلندن. احسان زروان. بله، احسان زروان. بله، با جمع ما پیوستن و بخش روسی بی بی سی هم در تاجیکستان یک خبرنگار داشت، اناره سرکار که تا سال 2018 کار میکرد و بخش ازبکی بی بی سی در شهر خوجند یک همکار ما داشتیم، ارومبای عثمانوف، که البته الان کار نمیکنن. یعنی در اون دهه 1000 در دهه 2000 به نظر من اون ماهی اصلی حضور بی بی سی فارسی در
تاجیکستان بود و خب این ماه اصل چه شد که تموم شد سهراب؟ این نامهایی که گفتین چقدر زیاد بود، فوق‌العاده، که احتمالاً خیلی نتونن که این نامها رو به یاد خودشون بسپارن. یعنی تعداد بسیار زیادی از همکاران ما در تاجیکستان کار میکردند و بسیاری از اینها حالا در رسانه‌های مختلف دیگر کار میکنن، در بی بی سی نیستن و از بی بی سی فارسی ما فقط شما رو داریم با فیلمبرداری که با شما کار میکنه. چرا؟ درست میفرمایید. چون اولا باید بگم که هنوز سال 1996 دولت تاجیکستان با پخش برنامه های رادیوی فارسی بی بی سی روی موج متوسط موافقت کرده بود و سال 2005 در پی تلاش های بدرق باقری موین، دیوید مورتون، بهروز یافق پخش برنامه های بی بی سی روی موج اف ام در دوشنبه و خوجند آغاز شد که این یک تحول بسیار مهم در فضای رسانه‌ای تاجیکستان بود. اما متاسفانه در اوایل سال 2006 مقامات تاجیک پخش این برنامه ها را متوقف کردند و همینطور مذاکرات و گفتگوهای ما با مقامات رسمی نتیجه در پی نداشت و سال 2008 با توجه نمیدونم دلیلش چی بود، به هر حال بی بی سی تصمیم گرفت که اون برنامه رادیویی که مجله آسیای میانه داشت و برای بی بی سی پخش میشد اون را پخش اون را متوقف کند و همکاران ما عمدتاً برای بخش سیریلیک بی بی سی، بخش صفحه آنلاینی ما کار میکردن و در سال 2015 بود که به دلیل مشکلات مالی بی بی سی تصمیم گرفت ایده از کارمندانش را در سراسر جهان مرخص بکند و در پی موج این اجرایی شدن این تصمیم تقریباً 7-8 نفر همکاران ما شغلشان را از دست دادن و بعد از 3 سال در سال 2018 باز 2 نفری دیگر کارشان را در بی بی سی با اصطلاح از دست دادم و آنگونه که شما گفتین حالا منو فیلمبردارم اینجا در دفتر دوشنبه کار میکنیم و البته زیورشای محمد هم به عنوان خبرنگاری آزاد اون برنامه بسیار شنیدنی از دو سوی آمور را تهیه و اجرا میکند که هر هفته روزهای دوشنبه در برنامه شما پخش میشه. واقعا جای شکرش باقی است واقعا که سهراب ضیا رو در دوشنبه داریم و همچنان میتونیم که اینطور مستقیما با دوشنبه پایتخت تاجیکستان صحبت بکنیم. خیلی خیلی ممنون سهراب که درباره حضور بی بی سی فارسی در تاجیکستان صحبت میکرد، خبرنگار بی بی سی فارسی در دوشنبه. و ما توجه به موسیقی و تهیه برنامه‌های فرهنگی و هنری از همان ابتدای پخش رادیو بی بی سی فارسی در صدر برنامه‌ها بوده. ترجمه اخبار جنگ در چند سال نخست پخش برنامه‌های ما به حدی رسیده بود که از مخاطبان و همکاران ما در این بخش هم حوصله بر شده بود. از همین رو بعد از چند سال از جنگ ویژه برنامه‌های تدارک دیده شد که نقطه عطفی بود در نه تنها بی بی سی فارسی که در حفظ و اشاعه موسیقی نوای ایران. در این باره همکارم فرج بالافکن در گزارشش بیشتر به این موضوع پرداخته. اینجا لندن است، بنگاه رادیوی انگلستان. شنوندگان گرامی، اینک سخن پراکنی دوم ما به زبان فارسی. امشب پس از اخبار و موسیقی شنوندگان گرامی شرح اوضاع و احوال هفتگی جنگ را که به قلم کارشناس اینجا لندن است، بنگاه رادیوی انگلستان. شنوندگان گرامی، اینک سخن پراکنی دوم ما به زبان فارسی. امشب پس از اخبار و موسیقی شنوندگان گرامی شرح اوضاع و احوال هفتگی جنگ را که به قلم کارشناس نظامی ماست خواهند شنید. در زمانی که شیپورهای جنگ جهانی دوم می رفت که از دمیدن باز بماند، به تایید آنچه از حسن موقر باریوزی اولین مجری رادیو بی بی سی شنیدید، پخش خبر و موسیقی در جذب مخاطبان تأثیر انکارناپذیری داشت. یه بانوی ایل باسریش که قربون صدقه میشش میده که داره میدوشه. ضبط و پخش موسیقی نواحی آن هم در ایران کار مهمی بود که از جمله به همت امیر معز، یکی از همکاران آن سالها که از سایه صدای او را شنیدید، صورت گرفت. موسیقی
ارزش این کار از نظر اهالی فرهنگ دور نماند، چنان که ملک الشعرای بهار 71 سال پیش در نامه‌ای به بخش فارسی بی بی سی از تهیه آن قدردانی کرد. نامه ملک الشعرا را آقای بالیوزی همان روز به اطلاع شنوندگان رساند. صدای لندن خوب می‌رسد. چند روز قبل یک صفحه که آقای امیر موعظ برای شما از بندر عباس گرفته بود و تصنیفی محلی و سازی ساده داشت شنیدم. این مصرع هایش به یادم مونده: سرو بستان اسمش ندانم، ماه کنعان اسمش ندانم، نون جو خوردی با ماست و کره. به قدری خوب و لطیف و کار عمل بود که جانی تازه به من بخشود و تا چند روز بی اختیار برای رفقا از آن تعریف می کردم. ای گل بستان اسمش ندانم، سرو گلستان چارش نکنم. اوج این برنامه ها آنجا بود که وقتی پرویز ناتل خانلری به لندن آمد، به استدیوی بخش فارسی دعوت شد و شعرهایش را از بلندگوی بی بی سی فارسی برای شنوندگان خواند. چون خیال تو ام رباید خواب، من و من مانم این شبان دراز. جان به سوی تو می کند آهنگ، دل به کوی تو می کند پرواز. آرزوی منی نپرسد کس که چرا ز آرزو جدا گشتم. چون تو در خانه بودی ای دلدار، من چنین کو به کو چرا گشتم. اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی. در 80 سال گذشته تعدد و تنوع برنامه‌های فرهنگی و هنری به حدی بوده که شرحش در این گفتار نمی گنجد. آنچنان که از جمله خیلی بیشماری از موسیقیدانان برجسته که متاسفانه بسیاری هم دیگر در میان ما نیستند، آموخته هایشان را به گنجینه بخش بی بی سی فارسی سپردند. اما به مصداق آن که گفتند مشت نمونه خروار است، این گزارش را با خاطری از پرویز یاحقی به پایان ببریم و بخش بسیار کوتاهی از آن را با آرشی اسرارآمیز او بشنویم. زیاد هست در این برنامه که من دارم این است که من 18 سالم بود که برنامه‌ای رو استاد ادیب خونساری خوندن و من ویولون زدم که شعری از سعدی خوندن. حسن تو دائم بدین قرار نماند، حسن تو دائم بدین قرار نماند. مطلع شروع غزلی است از سعدی، استاد ادیب خونساری خوندند و نوارش موجود امروز. حتی شماره برنامه را من به خاطر دارم، شماره 36 بود و همین شماره دورقمی حاکی از این است که گلها در ابتدای کارش بود و شروع کرده بود. نگاهی بود به حضور موسیقی در بی بی سی فارسی در طول 80 سالی که تلاش کردیم در طول یک ساعتی که گذشت این تاریخ رو مرور بکنیم. پیام بسیار زیادی از شما رسید که متاسفانه نمیشه که همین اینها رو خوند. به قول فرج که در واقع این گزارش اخیر رو تایید کرده، نمونی از خروار، مشتی از خروار، میتونم از اف اف بخونم که در واقع گفته 80 سالگی بی بی سی رو تبریک میگه. پری هم گفته که من و همسرم تنها کانال ماهواره که میبینیم، بی بی سی فارسی سال روز تاسیسش رو تبریک میگیم که بسیار بسیار از پری سپاسگزاریم. سیما گفته که
ما به دیدن برنامه‌های بخش فارسی بی بی سی معتاد شده‌ایم. متأسفانه در این قضیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی نقش اصلی را دارد که ما را در پی در بیخبری و فقر اطلاعاتی نگه داشته. از دیدگاه‌ها بسیار زیاده و سپاس فراوان به تک تک شما که البته نرسیدیم به پیام‌های همه شما، تلاش کردیم که لااقل طیفی از اون پیام‌ها رو پوشش داده باشیم در طول این یک ساعت که به 80 سالگی بخش فارسی بی بی سی اختصاص داشت. به همراه شایا سالجو و فرج بالفکن، من داریش رجبیان از تک تک شما سپاسگزارم. بدرود.